أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علی و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا سفارش می کنم و متذکر می شوم تقوایی که امیر بیان امام سفید رویان فرمودن مردم بیدار و هوشیار باشین، تقوا را حفظ کنید و خودتان را با تقوا محافظت کنید. الا فسونوها و تصونو بها. در خطبه اول بحث کوتاهی قرآنی را به محضر شما خوبان تقدیم میکنم. عرض تسلیت دارم به مناسبت حلول ایام عزا و رسای اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، حلول ماه محرم، به محضر همه باورمندان به این اعتقاد و آستانه، بالاخص جامعه اسلامی، ملت و دولت افغانستان. در خطبه دوم یکی دو نکته مربوط به تاریخ و رویدادهایی است که شنیدن و آگاه شدن از اونها در فهمیدن و دل دادن به جریان عاشورا مؤثر است. میپردازم جریان حره که در سال 63 اتفاق افتاد. دو سه تا تذکر، چون از ساعات قبل مراسم عزاداری در این مکان مقدس شروع شده، سعی میکنم خطبه ها را نسبت به روزهای دیگر مختصرتر تقدیم محضرتان کنم و انشالله هممان دولت و ملت افغانستان آماده میشیم برای عزاداری بهتر و بهره گرفتن از این فیض عظیم و از این نفحه الهی و از این فرصت استثنائی. بحث اول و خطبه اول، کلمه جنت که فارسی آن به اصطلاح معروف من بهشت است، در قرآن در 147 مورد استفاده شده. یعنی 147 بار خداوند در قرآن از بهشت یاد کرده و این بهشتی که در آیات قرآن مطرح است به چهار معناست.
بهشتی که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام بود، همراه همسرشان حضرت حوا و بعداً به دلائلی که قرآن اونها را مطرح کرده از اون بهشت بیرون شدن. بهشت دنیا، همین تعبیری که در آیات و روایات است، باغها، بستانها و اماکن خرم و با جاذبه هایی که وجود دارد، بهشت برزخی که انسان مؤمن قبل از آغاز قیامت در اون بهشت زندگی می کند. البته آیات که بررسی کنیم موارد مشخصی داره، بهشت اول که بهشت مسکن آدم و حوا علی نبینا و علیهم السلام باشه، 6 مرتبه در این جهت آیات قرآن از واژه بهشت استفاده کرده. اون بهشتی که بهشت عالم آخرت است، 117 مرتبه در قرآن این بهشت مطرح است. آقا رسول الله فرمودن خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه، بهترین روزی که خورشید بر آن روز تابیده و طلوع کرده است روز جمعه است. فیه خلق آدم، در روز جمعه ابوالبشر حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام خلق شد. و فیه ادخل الجنه، در روز جمعه است که وارد بهشت شد. و فیه اخرج منها، در روز جمعه هم حضرت آدم از بهشت بیرون آمد. تفاوت بهشتی که در عالم آخرت است با سایر بهشتهایی که در قرآن مطرح است، اسامی دیگری هم دارد: فردوس، دارالسلام، دارالمقامه. در سوره مبارکه فاطر سبحان الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا غفور شكور، در ادامه به دارالمقامه میپردازد. در مجموع 337 آیه قرآن با الفاظ مختلف از بهشت یاد کرده، همون بهشتی که هممان برای رسیدن او باید دقت داشته باشیم. پیامبر فرمود قیمت جان انسانها جز بهشت نمیتواند باشد. اگر کسی عمرش را به پایان برساند و عمرش به پایان برسد، سزاوار و مستحق بهشت نگردد، ضرر کرده. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه فلا تبیعوها الا بها. شیطان که در 63 آیه قرآن دشمن ما انسان ها معرفی شده، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، این دشمنتان را دشمن انتخاب کنین، فریب نخورین، به عنوان دوست از او حرف گوش نکنین. امام صادق علیه السلام فرمودن 4 جا فریاد زد و ناله زد. رن ابلیس 4 رنات، اولین باری که ناله زد، اولهن یوم لعن، اون روزی بود که امر الهی رو قبول نکرد و رانده درگاه خدا شد. و هین اهبت الی الارض، شیطان به زمین آمد. و هین بعث محمد، بعد از دوران فترت که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه ازمان فترات را مطرح می کند، در فاصله ای که پیامبر نبود مردم با عقل خدا را عبادت می کردن، بعد از اون فتره و اون به اصطلاح فاصله پیامبر بزرگوار اسلام مبعوث به رسالت شد،
یکی از جاهایی که شیطان ناله زد همون لحظه بود. و هین انزلت ام الکتاب، چهارمین جایی که شیطان فریاد زد و تحملش به پایان رسید، لحظه نزول همین سوره مبارکه فاتحه الکتاب است که معادل قرآن است. علی کل حال خواستم خیلی کوتاه این بحث را اشاره کرده باشم. همین بهشتی که در بیشتر آیات عرض کردم 337 آیه دنبال میکنه، برای بعضی ها بشارت داده شده که اینها اهل بهشتن. در روایات وقتی آخرین منجی خلقت را معرفی کردن، فرمودن المهدی طاووس و اهل الجنه. آقای ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف طاووس بهشتیان معرفی شده. پیامبر فرمودن وسط الجنه لی و لأهل بیتی. این وسط کنایه از مرکز است. مرکز بهشت برای من و اهل بیت من آماده شده. بحث اهل بیت اختصاصی به یک مذهب نداره. اهل بیت مثل قرآن وسیله نجات انسانیت است، وسیله به کرامت رسیدن هر انسانی است. هر که با اهل بیت آشنا شود به اون مقام میرسد. ما موظفیم این بستر بزرگ و این امکانات بی بدیل را برای هدایت انسان ها بیشتر معرفی بکنیم. اگر سلمان 250 سال عمر میکنه، در اون یک دهم عمرش با اهل بیت آشنا میشود به اون مقام میرسد. بعد پیامبر فرمودن ان فاطمه و علی و الحسن و الحسین فی حظیره القدس فی قبه بیضا سقفها عرش الرحمن. خیلی عبارت سنگین است. حضرت جایگاه زهرای مرضیه سلام الله علیها، فرزندانش و خودش را بیان میکند. میفرماید در پرچین پاکی در یک موقعیت ویژه در سراپرده سپید از بهشت برای اینها جا در نظر گرفته شده. سقف اون جایی که برای اهل بیت در نظر گرفته شده، پیامبر می‌فرماید عرش خداست. شناخت اهل بیت راه نجات است. نه تنها عذرات خمسه طیبه اصحاب آل کسا که در این عبارت و در روایات دیگری آمده، هر امامی را که نشناسیم به فرموده پیغمبر به مرگ جاهلیت مرده ایم. محرم، عاشورا، مجالس ابی عبدالله برای جامعه بشری، برای جامعه اسلامی یک ظرفیت بزرگ است. اختصاص به مذهبی نداره. باورتان بشود اونانی که اهل بیت را میشناسند، کلام اهل بیت را دنبال میکنند، که اهل بیت فرمودن شما عالم و فقه به هر کس هر کس نگین. فرمود فقه کسی است که معارض کلام ما را بشناسد، رمز و راز سخن ما را بشناسد. اهل بیت برای هدایت همگان است. پیغمبر می‌فرماید دو چیز، قرآن و عطرت. ما در محرم سر یک سفره‌ای هستیم که اهل بیت را می‌شناسیم. پیامبر بزرگوار اسلام خیلی آره معرفی کردن اینها اهل بهشتن، اما درباره امام حسین علیه السلام نه تنها خود حضرت را بهشتی معرفی میکنن،
می‌فرمایند حسین چراغ هدایت است. حتما در این جمعه خطبای نمازهای جمعه جهان اسلام به این مقوله می‌پردازند و علل قاعده باید به این مقوله با دقت کامل بپردازند. پیغمبر می‌فرماید حسین چراغ هدایت است. پیغمبری که خدا فرمود از هوا صحبت نمی‌کنه. پیغمبر فرمود حسین کشتی نجات است. جلسات محرم برای هدایت انسان هاست، برای دوام اسلام است، برای شناخت حقیقت قرآن است. در روز عاشورا در سخنرانی های سید الشهدا همین مقوله و همین موضوع و هدف دنبال می شود. وقتی در مقابل دشمن قرار می گیرد، دشمن را نصیحت می کند اسم او قولی ولا تعجلو، سخن مرا بشنوین، عجله نکنین. فانا ابن من علمت، به دشمنش، به فرمانده لشکر دشمن می فرماید تو که می دانی من فرزند کی هستم. امیدوارم که جهان اسلام از این نفحه الهی، از این برکت الهی، از این برنامه الهی که در خطبه دوم بیشتر دنبال خواهم کرد بهره ببرند. ما به لطف الهی سال به سال شاهد تجلیل بیشتر محرم و عزاداری هستیم. در این سال نسبت به سالهای گذشته جلسات نشاط بیشتر دارد. 18-19 سال است من در همین مکان، در همین شهر، در گوشه از این کشور مشغول سربازی و خدمت به آستان سید الشهدا هستم. در سالهای اخیر ورود مردم، رو آوردن مردم را به مراتب بیشتر از سالهای اول میبینم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی فتح کامل نصیب اسلام میشود، مردم دسته دسته به سمت اسلام رو میآورند. کربلا، محرم، عزاداری ابی عبدالله، ظرفیت کشاندن دسته های بزرگ بشریت را برای شناخت اسلام در خودش تعبیه کرده و آماده کرده. امیدواریم که با همین اندیشه، با اندیشه حسینی، با اندیشه نبوی، با اندیشه قرآن به مجالس ابی عبدالله نگاه کنیم. یکی از شهدای کربلا حنظله غسیل الملائکه است. پیغمبر فرمود رأیت الملائکه بین السماء والارض، من ملائکه ها را دیدم بین آسمان و زمین. تقصل و حنظله، حنظله را غسل می دادن به ماء المزن فی صحاف من فضه، با آب ابرها در تشتهای سیمین. اون شهید است که با پیامبر همراهی می کند. شهدای کربلا در رأسشان سرور آزادگان و سید الشهدا قرار داره. شهادت شهدای کربلا قابل مقایسه با هیچ شهیدی نیست. لذا پیغمبر فرمود تو سرور شهیدان این امتی. عزاداری امام حسین بزرگ داشت از اسلام است. تکبیر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. از همه کسانی که در این عزاداری یاری میکنن، حضور به هم میرسانن، حمایت میکنن، زمینه تجلیل بزرگتر و بهتر و جهانی را فراهم میکنن، هم تشکر میکنیم و
هم برای عزتشان وظیفه داریم، دعا میکنیم، امیدواریم که در عاشورای پیش رو با همین اندیشه در کشور مظلوم افغانستان با شرایط جدید و امنیت مناسبی که وجود دارد در حاکمیت امارت اسلامی تجلیل بیشتر و استثنایی را مشاهده کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح ائمة المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم و متذکر میشوم نماز جمعه که در سوره مبارکه جمعه با اون عظمت معرفی شده و حضور در این نماز را با عبارت سعی تلاش معرفی کرده، در دوران مسئولیت امیرالمومنین دستور می‌دادن زندانی‌ها را به نماز جمعه بیاورن. چرا؟ چون زمینه بیداری و هدایت انسان‌ها در این برنامه الهی وجود دارد. حضرت به صاحبان کار دستور می‌دادن در روز جمعه کارگرانتان را برای حضور در نماز جمعه اجازه بدهید، به خاطر فواید و عظمتی که نماز جمعه دارد. یکی از مسئولیت‌های نماز جمعه در قبال این عظمت بیداری و آگاه کردن جامعه اسلامی است. اگرچه در ایام آغاز ماه محرمیم، اما یکی از مناسبت‌ها را عرض می‌کنم تا محرم را بیشتر بشناسیم. یکی از وقایع تاریخی اسلام واقعه دلخراش حره است. می‌دانیم امام حسین علیه السلام 27 ماه رجب سال 60 از مدینه حرکت کردند، دوم شعبان به مکه رسیدند، تا هشتم ذی‌الحجه 4 ماه و 6-7 روز در مکه بودند. هشتم ذی‌الحجه از مکه حرکت کردند و دوم محرم مثل دیروز یا امروز به سرزمین کربلا رسیدند. بعد 8 روز در کربلا بودند. روز دهم اون حادثه سخت، شهادت و مظلومیت و اسارت اتفاق افتاد. بعد تکمیل ماجرا با اسارت بود. بگذریم از اینها، این واقعه در سال 61 اتفاق افتاد، چون
آغاز سال قمری با محرم است. بعد از جریان عاشورا در سال سوم، سال 63، در 28 ذی‌الحجه اتفاق دیگری افتاد که مورخان نوشتند وحشتناکترین حادثه بعد از حادثه عاشورا در تاریخ اسلام همین حادثه است در شهر مدینه، چون خود آقای امام حسین فرموده بود مثل من به مثل یزید بیعت نمی کند، مثلی لا یبایع و مثله، نفرمود شخص من. کربلا مکتب بیداری است، مکتب آزادگی است، مکتب عدالت و حق‌خواهی است. فرمود مثل من، یعنی هر جامعه که حسینی هست نباید زیر بار عناصر یزیدی برود و الا نتیجه اش ذلت است. در سال 63 هجری مردم مدینه در حاکمیت یزید احساس حقارت کردند. مدینه ای که قبر پیغمبر است، مدینه ای که 10 سال با هجرت پیغمبر اسلام از اونجا آغاز بکار کرد، مدینه ای که پیغمبر فرمود اگر همه مردم عالم از یک مسیر بروند مردم مدینه از اون مسیر، لسلکت شعب الانصار، من در کنار انصار خواهم بود. مردم مدینه دیدن اوضاع خیلی عوض شده، از اسلام خبری نیست، با هم مشورت کردند، شخصیت هایی را انتخاب کردند، فرستادن شام محل حکومت یزید. چه خبر است؟ یزید که امام حسین به شهادت رساند، اهل بیت اسیر کرد، چه شخصیتی داره؟ تبلیغات یک چیز، از حقیقت چیز دیگری است. وقتی هیئت رفت برگشت، گزارش دادن، گفتن هیچ چیزی شباهت به اسلام ندارد در تشکیلات یزید در شام، هر چی هست گناه است، معصیت است، مسیر مخالف اسلام است. وقتی برگشتن گزارش دادن، مدینه بیش از 700 حافظ قرآن بود. در اون لحظه‌ای که این اتفاق افتاد، تعداد از اصحاب رسول الله در مدینه بودن، تاریخ نوشته 80 نفر صحابی پیغمبر در مدینه بود. وقتی آمدن گزارش دادن، مردم مدینه حاکم یزید را اخراج کردن و در مقابل یزید قرار گرفتن. اما دیر سخن امام حسین فهمیده بودن، باید قبل از رفتن امام حسین به این مقوله توجه میکردن. علا کل حال مردم اعلان مخالفت کردن. علما هستن، مبلغین عزیز که برای ارشاد و وعظ و روشنگری آمدن، از حوزه های علمیه، از مراکز، قدومشان برای ما محترم است. وقتی یزید متوجه شد مدینه در مقابلش قرار گرفته، چه کار کرد؟ یک فرمانده را فرستاد به نام مسلم ابن عقبه. این فرمانده یزید وقتی وارد مدینه شد، از منطقه حرک فرصت ندارم، از اونجا لشکرش وارد شد. 3 شبانه روز دستور داد مدینه و مردم مدینه برای شما حلال است. با حیواناتشان رفتن داخل مسجد پیغمبر، اونقدر خون ریختن مسجد دریای از خون شد. باید جهان اسلام به این عظمتی که سید الشهدا به وجود آورد و رهبری کرد دقت کنه، و الا نتیجهش ذلت است. امروز هم جامعه که حسینی نباشد اینگونه در مسیر سرازیری قرار می گیرد. لطف خدا جامعه افغانستان
سالهاست به سمت حسینی شدن در حرکت است. میدانین چی جنایت مرتکب شدن؟ روی حجاج ها را سیاه کردن، کشتگان واقعه هره را 4000 نفر، 11700 نفر، 10700 نفر گفتن. 700 نفر از حاملان قرآن، حافظان قرآن به شهادت رسید، 80 نفر از اصحاب رسول الله. من متاسفم این عبارت را میگویم، 900 دختر باکره توسط عوامل یزید در مدینه مورد تجاوز قرار گرفت. امام حسین قیامی کرد برای بیداری، برای هوشیاری. ما اگر مردم را به دعوت به شنیدن و فهمیدن و شناخت از ابی عبدالله میکنیم، برای این عظمت است، برای این بیداری است. واقعا اگر در همه نمازهای جمعه، در همه مساجد، اهم از مساجد اهل تشیع و تسنن، امام حسین اختصاص به شیعه ندارد. من همینجا با اذن خدا، با توکل خود به خدا اعلان میکنم، رسانه ها سخن مرا به گوش همه برسانن، تجلیل محرم باید در همه مساجد کشور ما باشد. امام حسین فرمود این کان دین و جدی، اگر دین جدم پایدار نیست جز با شهادت من، شمشیرها منو دریابیم. اختصاص به شیعه ندارد. چرا این حادثه مندگار است؟ عرض کردم جلسه خیلی وقت از شروع شده، من سلا نمیدانم بیش از این شما را معطل کنم. اجازه بدین من یک روایت و یک تاریخی را عرض بکنم. عزاداری امام حسین جهانی است، اسلامی است. در منزل ام المؤمنین، همسر پیغمبر، حضرت عایشه پیغمبر اونجا تشریف داشتن، جبرئیل نازل شد. خب یکی از برنامه‌های جبرئیل نازل شدن بر رسول الله است. امام حسین علیه السلام داخل خانه پیامبر، خانه ام المؤمنین حضرت عایشه شد. از شانه و از پشت جد بزرگوارش بالا می رفت و بازی می کرد، مورد لطف و محبت پیغمبر بود. جبرئیل در کنار پیغمبر است، در محضر پیغمبر است. به پیغمبر فرمود و بیان کرد یا محمد، این امتک ستفتن، امت تو در آینده گرفتار فتنه می شوند، بعدک، بعد از تو، و یقتل ابنک هازا من بعدک، همین فرزندت را بعد از تو به شهادت می رسانند. و مد یده، جبرئیل دستشو دراز کرد، فعطاه به تربت بیضا، تربت سفید، خاک سفیدی را با دستش به پیغمبر نشان داد و گفت و قال فی هذه الارض یقتل ابنک، در این سرزمین فرزندت کشته می شود. اسم طف، نام این سرزمین طف است، یکی از نامهای کربلا. این ماجرا در خانه ام المؤمنین عایشه، جبرئیل، پیغمبر، امام حسین. خب جبرئیل رفت، فلما ذهب جبرئیل، جبرئیل بیرون رفت، خرج رسول الله الى اصحابه، پیغمبر از خانه ام المؤمنین عایشه بیرون آمد، و تربت و فیده، خاک را که جبرئیل به دست پیغمبر داده بود، به دست مبارک رسول الله بود، و فیهم ابو بکر، خلیفه اول مسلمین، ابو بکر در اون جمع بود، و عمر خلیفه دوم،
و علی امیر المومنین و حذیفه از اصحاب سر پیغمبر و عمار و ابو ذر، از اینا بزرگتر داره تاریخ اسلام. و هو یبکی، پیغمبر گریه میکرد. فقط جبرئیل گفته بود یا رسول الله حسینت در این سرزمین کشته میشود. فقالوا ما یبکی که یا رسول الله. اصحاب نگاه کردن پیغمبر اشک میریزه، گفتن یا رسول الله چی شما را به گریه آورده؟ پیغمبر فرمود اخبرنی جبرئیل، جبرئیل به من گزارش داده، ان ابنی الحسین یقتل، فرزندم حسین کشته می شود، بعدی به ارض طف به سرزمین کربلا، و جاءنی به هذه التربه، این خاک به من آورده، فاخبرنی ان فیها مزجعه، به من خبر داده که اینجا محل شهادت حسین است، قبر حسین در اینجاست. آی انسانیت، با انصاف نگاه کنین، امروز چقدر دل عاشق کربلاست. ظلم است اگر از کربلا به مردم حرف نزنیم. اجحاف است، حق خوشی است. قبله اول اسلام کعبه، قبله اسلام درسته، اولین قبله بیت المقدس بود، بعد در دوران هجرت قبله عوض شد. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اگر این قبله مورد احترام است که احترام داریم، ما همه دیدین به سمت قبله نشسته ایم و نماز میگذاریم. همون گونه که قبله اسلام مظهر وحدت است، کربلا هم مظهر وحدت اسلام است. تکبیر الله خطبا، ائمه جمعه، علما، از کربلا بگویین، از قبله عاشقان بگویین، از رهبر عاشقان و آزادگان حرف بزنین، تا اسلام هم دست و هم دل شود. کفر جهانی صهیونیست بار و بونه خودش را برکند. این مکتب مکتب نجات است، این مکتب مکتب بیداری است، اختصاص به شیعه ندارد، همه مسلمان ها سهم دارند. نکنه فردای قیامت از کربلا و از حسین نگوییم، حسینی که جدش فرمود کشتی نجات است، چراغ هدایت است، مشمول اون آیه ای شویم که کتمان حق کرده باشیم. تشکر و قدردانی از همه عزیزانی که درباره عاشورا زحمت میکشند. مسائل را دشمنان اسلام، دشمنان افغانستان مطرح میکنند درباره عاشورا. نه، من اینجا واقعا به عنوان یکی از مدیران مراکز عزاداری افغانستان در این کشور که الحمدلله و المنه شهر ما ویژگی دارد، روزه و زیارتگاه که در شهر مزار در این ولایت وجود دارد در هیچ جای افغانستان این موقعیت نیست. الحمدلله عزاداری ها بسیار سنگین است، بسیار منظم و مرتب است، با حمایت و با امنیتی که امارت اسلامی از مجالس میگیرند زحمت میکشند، نیروهای ویژه را برای تامین امنیت فرستادن. زمینه عزاداری ها نسبت به گذشته ها خیلی الحمدلله با آرامش است. از همین که امارت اسلامی جلسه ای و در واقع کمیته خاص را در قالب یک جلسه ترتیب دادن به منظور تامین امنیت مجالس محرم، این را ما یک نوع همکاری می دانیم که از روز چهارشنبه 28 برج جاری، یعنی سه روز قبل شروع شده، با حضور نمایندگان چندین وزارتخانه
این قضیه دنبال می شود. تبلیغات دشمن برای ایجاد فتنه است و ایجاد در واقع اختلاف است، اما با بیداری و هوشیاری الحمدلله ملت ما محرم را تبدیل می کنند به یک فرصت برادری و آگاهی و همدلی. برخورد عزیزان ما در مجالس نسبت به سال گذشته بسیار تغییر کرده. چرا؟ چون با مکتب ابی عبدالله آشناتر شدن. بعضی از برنامه هایی را که مطرح شده من به عنوان یک دلسوز به عزت و به پیشرفت و به سربلندی دولت و ملت افغانستان عرض می کنم، با مشورت بیشتر با علما با دلسوزان می توانیم این مقوله ها را هم حل کنیم. علی کل حال ما شاهد یک محرم با عظمت و با ارزش بالاتر، مجالس پررنگتر هستیم. زیاد وقت جلسه را نگیرم، دیروز لحظات بود که کاروان ابی عبدالله وارد کربلا شد، دوم محرم. می دانم خیلی ساعت هاست که اینجا توقف کردین، از دهونم روز تا هنوز در مجلسین خیلی ها. من روز جمعه از سهم خودم را عرض بکنم، مثل دیروز یا امروز دوم محرم در سال 60 کاروان ابی عبدالله وارد کربلا شد. یک تعداد زن و بچه، جمعیت کوچک، وقتی وارد کربلا شد سوال کرد اسم این سرزمین چیه؟ گفتن شات الفراد، غازریه، نینوا، تف، اسامی مختلف کربلا را می گفتن. حضرت دنبال اسم دیگری می گشت. کسی جواب داد آقا اینجا را کربلا هم می گویم. تا فرمودن کربلا شنیدن کربلاست. آقا ابی عبدالله فرمود جدم پیغمبر به من وعده داد. عزاداران عزیز ببینین چه برنامه خدا درست کرده. واقعا کربلا قبله دل هاست. چقدر انسان چند هزار سال از دور این زیارتگاه میچرخه، هرچی انسان اونجا برود نورانیت بیشتر نصیبش میشه. فرمود کوجه‌ها را زمین بگذارین، حرکت توقف بدین، اینجا محل خوابیدن شتران ماست، اینجا محل کشته شدن مردان ماست، اینجا زنهای ما به اسارت میروه. یه جمله فرمود، فرمود اینجا اطفال ما سر بریده میشه. وقتی کاروان به کربلا پیاده می کردن همراه امام حسین خانواده آقا بود، زنها را پیاده کردن. یا صاحب الزمان، ایام محرم است، ملت ما خیلی گرفتارن، مظلومیت زیاد کشیدن، محرومیت زیاد داره. آقا جان شما به عمه جانتان زینب خیلی احترام قائلین، مردان غیور به زنان خیلی حرمت قائلن. تاریخ نویسا می نویسن همه را پیاده کردن، اما یک زن خیلی با احترام پیاده کردن. ابوالفضل عباس آمد، علی اکبر آمد. وقتی دیدم خود امام حسینم آمد، سوال کردم این کیه؟ گفتم زینب دختر علی. روز جمعه این هفته این مطلب را گفتیم، جمعه آینده آماده میشیم برای تجلیل از عاشورا. اما روزی که از کربلا میرفت همه زنها را سوار کرد، نگاهی کرد، فرمود حسین جان در حال میروم که محرم ندارم، مرا بر شتر سوار. خدایا اسلام و مسلمین را یاری بفرما، دولت و ملت ما را در محوریت قرآن و اهل بیت عزت، اقتدار، سربلندی، بیداری، هوشیاری بیش از پیش کرامت فرما. گام های ما را در مسیر
وحدت و برادری، تحمل و آباد کردن این سرزمین استوارتر بگردان، توطئه های دشمنان به خودشون برگردان. همه عزیزان، همه کسانی که در برگزاری مجالس ابی عبدالله سید الشهدا کشتی نجات زحمت میکشند، مسئولین، موظفین، ملت ما، جوانان ما، زنان و مردان ما، همه را عزت دنیا و آخرت عنایت بفرما. فرج آخرین یادگار سید الشهدا معجل فرما. خواهران و برادرانی که با حضورشان نماز جمعه را با شکوه می کنند، این پایگاه بیداری و همدلی را احترام و تکریم می کنند، خدایا مورد لطف ویجهت قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.